با سلام و سلامتی به تک تک عزیزام امیدوارم هر جا که هستین در سلامتی باشین خیلی خوشحال هستم که ما با هم دیگه در حال تجربه کردن این مهم هستیم که با هم بودن ما فقط به ساختمونی کلیسا و در خونه ها جمع شدن محدود نمیشه هرچند اون مشارکت حضوری شیرینی خاص خودشو داشت که قابل تعویض با هیچ چیزی نیست ولی میتونیم شکر گذار باشیم به خاطر امکاناتی که تکنولوژی در این اصر حاضر برای ما فراهم کرده که در هر زمان و مکان از طریق اینترنت بتونیم با هم کلام خدا رو بشنویم حتی پرستشی در روح و راستی داشته باشیم در واقع میتونم بگم در هر زمان و مکان میتونیم در نام عزیز عیسی حتی اگه دو یا سه نفر باشیم زندگی و عشق رو در حضور خداوند تجربه کنیم همینطور که میدونید این روزها اتفاقاتی در حال وقوعه که هرگز انتظارش رو نداشتیم و نمیتونستیم پیش بینی کنیم این مشکلات برای ما محدودیت های دست و پاگیری به ارمغان آورده و این محدودیت ها رنج ها و فقدان هایی رو به وجود آورده که به عنوان انسان هیچ گونه تسلطی روی اونا نداریم هیچ گونه توزی نداریم و از اونجایی که انسان یه آتش خاصی داره که برای همه موارد یک راه حل داشته باشه توضیح داشته باشه که بتونه یکم احساس آرامش کنه و در این روزها هم می‌بینیم انسان برای 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 فرونشاندن اتش سیریناپذیرشون برای توزی برای راه حل به خصوص این وقایع پیش اومده به علوم های پزشک آخرت شناسی ستاره شناسی پیشگویی ها متوسل میشن در فیسبوک خیلی این پست ها رو میبینیم حتی باید بگم ما مسیحیانم انگار که سعی میکنیم با بلند کردن آیاتی که میتونه خیلی حقیقتم باشه یه جوری جوابی برای سوالات بدون جوابمون پیدا کنیم ولی باید بگم عزیزان برخی از وضعیت هاست که هرگز نمیتونیم توضیح قانع کننده برای اونا داشته باشیم هرگز راه حلی برای اونا وجود نخواهد داشت پس خیلی خوبه در این زمان ها با مسئله سردرگمی کنار بیایم و زندگی رو در اون راز و ابهام خودش یاد بگیریم بیاموزیم و یاد اون باشه که خداوند گفت خیلی چیزا مخفیه که فقط مال خداونده و تازه اگرم سر در بیاریم یه حدس و گمانی هم بزنیم مطمئنم که همه چی تار و محو و مبهمه تا روزی که به آسمون برسیم من فکر میکنم چیزی که از اهمیت خاصی برخورداره در این روزها و میتونه و این سردرگومی های ما یک کمی چیره بشه یک کمی تمرکز و آرامی به ما بده که خودمون رو بکشیم به سمت محبت خدا شناخت محبت خدا مخصوصا در این شرایط که خیلی محبت خدا کمرنگ میشه کمرنگ دیده میشه یعنی حس نمیشه این محبت رو بشناسیم ما میبینیم در این روزها حتی در این روزا هم نه هر زمانی که انسان در یک رنج و دردی افتاده میگه آخه چطور ممکنه خدای محبت شاهد این همه رنج و درد و مرگ و میر و ناله و فقان باشه و هیچ کاری نکنه فوری ما محبت خدا رو زیر سوال میبریم من باید بگم عزیزان در زمانهای خیلی طولانی رنج ستیز بودم چون راه های خدا رو درک نمی کردم. چون محبت خدا رو نمی شناختم. حتی ایماندارم بودم در دردها و رنج ها خدا رو دشمن خودم می دیدم. از خدا و دیگران دلخور می شدم خودم رو همیشه قربانی شرایط می دیدم به خاطر همین خیلی بد می‌شدم می شدم. رنجورتر می شدم. برای اینکه ما تصورات اشتباهی از محبت خدا داریم برای همین نیکوست که ما این محبت آگاپه رو بشناسیم برای همین عنوان این پیام رو گذاشتم برای ما نیکوست که محبت رو بشناسیم چون ما همه عزیزان تصوراتی از محبت خدا داریم که قابل انتقاده این تصورات رو شاید به زبون نیاریم ولی خیلی موقع بر ذهن ما قالبه ما میدونیم که خدا محبته و اینو بلند میکنیم اینو اعتراف میکنیم ولی همه ما کم و بیش اعتقاد داریم یعنی دلمون میخواد که اعتقاد داشته باشیم و در این فکر هستیم که خدا مهربونه چیزی که در فکرای ما میچرخه اینه که خدا بیشتر از اینکه محبت باشه مهربونه چون فرقی بین این دوتا واژه قائل نمیشیم فرق چندانی نمیدونیم که این دوتا داشته باشه ما اگه خدا رو محبت بدونیم مهربانی یعنی صفتیه که فقط خواهان خوشی بنده هاشه فرزندانشه این یه جوری در موقع سختی روح رنج ستیزی رو در ما بیدار میکنه اون چی که واقعا ما رو به عنوان انسان ها راضی میکنه خدایی که در قبال هر کاری که ما حواس انجامش رو داریم بگه اوکی فقط مهم اینه که بندگان من خوشحال باشن در واقع در تای قلبمون بیشتر از اون که خواهان یه پدر آسمانی بشیم مایلیم ما یه بابا بزرگ آسمانی داشته باشیم یه موجود پیر و مهربون که دوست داری جوون فقط در زندگی لذت ببرن و هدف و نخشهی که برای جهان داره اینه که یه جهان آروم بی دقدقه که همه انسان ها در پایان روز بگن وای چه روز خوبی بود چه آفتاب خوبی بود چه اولاب خوبی بود این تصوری از آن که در گوشه های ذهن بسیاری از مردم و خیلی بیشتر در من فرموله شده بود و شاید فرموله الان هست منم راستش خیلی دلم میخواستم جهانی زندگی کنم و اساس افکار و نقشه بابا بزرگ ولی الان خیلی وقته که فهمیدم عزیزان چند سالیه که برداشت کج و موج من راجع به محبت خدا باید اصلاح شه محبت از مهربانی صرف خیلی مستحکم تره خیلی والاتره برای مهربانی مهم نیست که مورد مهربانی خوب باشه یا بد فقط تو فکر اینه که این شخص از تحمل درد و رنج دور بشه نظر این شخص درد و رنج و تحمل کنه ولی کلام خدا در ابرانیان باب دوازدست میگه تنها حرامزادگان که تعدیب نمیشن فرزندان حقیقی که باید سنت های خانوادگی رو حفظ کنن در درد و رنج و تعدیب قرار میگیرن ما انسان ها وقتی خودمون رو نگاه میکنیم برای کسانی که نسبت به اونا بی هستیم یا بی شدیم به خاطر اینکه اونا انقدر رنج ستیزن و در موقع اصلاح در موقع آموزش اینطوری مقاومت میکنن مشتاشون رو جلوی ما بلند میکنن به جایی میرسیم که میگیم بذار هر کاری که دلش میخواد بکنه ولی در مورد دوستانمون در مورد کسایی که خواستان ما محبوبای ما هن فرزندان ترجیح میدیم به جای خوش بودن و همه وسایل آماده کنیم که خوش بگذرونن درد و رنج و قدری تحمل کنن اگه اعتقاد داریم عزیزان من که خدا محبته پس یه چیزی والاتر و برتر از یه مهربانی صرفه رفتارهایی که خدای محبت با ما انجام میده بسیاری اوقات توبیخ کننده است الزام کننده است محکوم کننده است ولی ریشهش از محبت در تمام این اوضاع و شرایط هرگز او با دیده حقارت به ما نگاه نمیکنه فقط با دیده این نگاه میکنه که ما رو بلند کنه و فراتر از اون جایی که هستیم چون او به های محبت رو به عمیقترین غمانگیزترین سختترین شنیترین شکل روی صلیب پرداخت کرد من سعی میکنم امروز انواع متفاوت محبت های خدا به انسان رو هرچند یه مفهوم ناقص رو میخوام ارائه بدم ولی ایمان دارم که خیلی مفیده چون این انواع محبت ها در کلام خدا به کرات دیده شده ما شنیدیم الان میخوام از پایینترین نوع محبت صحبت کنم اون چیزی که در دایره محدود الفاظ انسانی میگنجه و میشه یه جوری اسمشون محبت نامید اولین نوع محبت علاقه یک هنرمند به اثر هنر... هنری خودشه چنین تصویری رو رویای ارمیا در باب 18 آیه 3 اگه اشتباه نکنم داره به ما میده کوزگر و گل پتروس هم در عهد جدید تصویر امارت و سنگ های زنده رو اول پتروس باب دو به ما میده میخوام بگم حقیقتا عزیزان چه باور کنین چه به این یقین رسیده باشین یا نرسیده باشین ما اثر هنری خدا هستیم چیزی که در دستای خداییم و خدا در حال ساختن اوست به همین جهت راضی نمیشه مگه اینکه اون خسایل ویژه‌ای که میخواد در ما در فکرش در ما بمی ببینه در جهان دیده بشه انقدر دستش رو داخل اون کوزه میبره انقدر ورز میده انقدر دوباره این کوزه کوزه خراب میشه دوباره شکل میده تا اونی بشه که در فکرشه همینطور تو وقتی به یه اثر یه نقاشی نگاه میکنی اگه یه نقاش صرفا بخواد یه طرح ساده رو برای یه کودک فقط میخواد سرگرمش کنه به زحمت زیادی نمیکشه خیلی آسونه اما اگه این نقاش بخواد بزرگترین اثر هنری عمر خودش خلق کنه حتما یه زحمتی بی پایان به خودش و نقاشی میده به اون تصویر میده هی پاک میکنه برای دهمین ده بار صدمین بار میکشه دوباره پاک میکنه من اگه بودم که بارها بودم خداییش میگم یک کاش نقاشی سرسری کشیده میشد در یک دقیقه و خیلی طبیعیه ما به عنوان انسان قصی رو که برای خودمون آرزو داریم اون قایتی رو که برای خودمون آرزو داریم شکوه جلال خیلی کمتره چون زحمت کمتری رو برامون داره من یه موقع به خدا میگفتم میشه دست از سرم برداری من نمیخوام وسط آسمون باشم همون دم درم یه نجاتم بیابم کافیه دست از سرم بردار اگه عزیزان چنین درخواستی رو پدر داشته باشیم خواهان محبت کمتر یا بیشتری هستیم محبت کمتر نوع دیگه محبت دومین نوع محبت نمادیه که دوباره خدا به ما ارائه میده از طریق کلامش ما قوم او هستیم و گوسفندای چراگاه ماست حالا من گوسفند رو میذارم کنار بهترین مثال که الان در کلیسای ما خیلی خوب درک میشه و تب اون خیلی داغه انسان و سگ هنه تمام خانواده کلیسای ما فکر میکنم دونه دونه همجور دارن سگ تعلیم و تربیت و پرورش میدن وقتی انسان سگ رو دست آموز میکنه در وحله اول مطمئنا اونایی که سگ دارن میتونن باور کنن در وحله اول برای اینه که سگ و دوست داره نه سگ اونو انسان سگ و دوست داره عزیزان برای همین میره پول میده بعد میاره بعد شروع میکنه به خدمت کردن او انقدر به او خدمت میکنه آموزشش میده شنیدم حتی کلاس دارن این سگا قربونشون برم کلاس میبرن شوله دارن تا جایی که سگ به جایی برسه که به انسان خدمت کنه قدر این محبت رو بدونه بازداب این محبت و باستابش رو به انسان برگردونه از اونجایی که سگ که بهترین مخلوقاتیه که فاقد عقل و شعوره یه هدف خیلی به جمع مطلوبه برای محبت انسان انسان میاد در زندگی سگ دخالت میکنه که اونو دوست داشتنی تر از اونی که در طبیعتشه بسازه سگ در اولین روزها که میاریش اگه تربیت نکرده باشه بوی بد میده عادات بد داره مطفوع میکنه در خونه ولی انسان سگ رو شستشون میده تربیت میکنه آموزش میده اون طول سگ بیچاره بدبخت در, او... در اوایل درباره محبت صاحبش دچار شک میشه این صاحب من خولو چل شده چرا این اقدامات مهیب رو در حق من میکنه این اتفاقات غیر منتظره غیر واقعی چیه داره به سر من میاد من اصلا سر در نمیارم من هیچ جوابی ندارم هیچ راه حلی ندارم سگ احساسش اینه ولی عزیزان یک سگ وقتی بالغ میشه تربیت میشه بزرگتر میشه سالم میشه سالمتر از اون سگ وحشی وقتی به اونجا میرسه خودشو در یک دنیای پر از فیض میبینه دنیایی میبینه که پر از عواطفه و احساسه یعنی اون محبت حقیقی رو وقتی تربیت میشه میفهمه انسان به خاطر سگ کلی زحمت به خودش میده کلی هم زحمت به اون سگ بیچاره میده چرا صرفا فقط به خاطر اینکه سگ در میان حیوانات از یه مقام بهتری برخورداره انقدر به دوست داشتنی بودن نزدیکه که ارزش داره به هر قیمتی شده حالا اونو جا بیاره که کاملا دوست داشتنی بشه انسان هرگز برای سوسک لانه نمی سازه نمی هزار پا شستشو نمی ده نمی بره مدرسه تعلیم بده وقتی هم ما بفهمیم عزیزان که در نظر خدا چقدر ارزش داریم توقع نداریم اون ما رو به حال خودش وا بذاره تا فقط از های طبیعی خودمون استفاده کنیم و هیچ تعلیم و تربیتی در زندگی ما جا نداشته باشه اگه چنین توقعی از خدا داشته باشیم سوال آیا طالب محبتی کمتری هستیم یا بیشتر خودتون جواب بدید سومی قیاس که پیوسته و همیشه در تعالیم خداوند ما دیده میشه قیاس محبت پدر به پسرش هر بار که دعای ربانی رو تکرار میکنی ای پدر ما هر وقت که پدر پسر گم شده رو میخونی یاد محبت پدر میافتی ای پدر ما خیلی عمق داره عزیزان فقط موقع عمقش رو میفهمی که بفهمی اقتدار پدر در اون زمان در چه سطحی بود خیلی بالاتر از سطح امروزی الان پدرهایی مثل اون موقع پدرهایی بودن که مثل پدرای الان نبودن که از ترس عقدهی شدن هاشون هیچ محدودیتی برای اون ایجاد نمیکنند. پدرهایی که از ترس خدشدار شدن استقلال فکری پسرش به او هیچ تعلیمی نمیده من میخوام روشن کنم عزیزان برای شنوندگان اون زمان حتی خداوند ما عیسی مسیح پسر خدا بودن خودش رو به عنوان پسر خدا بودن در تسلیم کامل اراده خود به اراده پدر میدونست محبتی موجود که بین پدر و پسره یه محبتی یه جنسی از محبتی که از یک طرف اقتدار آمیزه از طرف پدر از طرف دیگه از طرف پسر مطیعانه است پدر اقتدار خودش رو به کار میبره تا از پسرش فرزندش یک انسانی برتر بسازه اگه پدری بگه من پسرم دخترم هر کاری دلش میخواد بکنه بذار خوش بگذرونه باور میکنین من صدای این پدر رو خودم با گوشای خودم چند سال پیش شنیدم وقتی چند نفر داشتن به اون میگفتن که دخترش به هر حال چه روابط نامشروعی داره خیلی راحت میگو من اصلا دخترم اووردم تو اروپا خوش بگذرانه لذت ببره آیا پدری که فقط دلش بخواد بچهش خوش بگذره لات باشه هر جوری که بخواد باشه آیا زیر سوال نمیره این پدر؟ آیا شخصیت پدرانه این پدر زیر سوال نمیره؟ اگه پسری محبت این چنینی از پدرش بخواد عزیزان آیا خواهان محبت بیشتره یا کمتر خوب خودتون جواب بدین و در آخر قیاس پرمخاطره که محبت حقیقی رو خیلی زیباتر از هر قیاسی به تصویر میکشه محبت خدا به انسان با عشق مرد به زن داماد به عروس مقایسه میشه حقیقتی که در این نوع محبت رو اون تاکید شده محبتیه که در ذات و طبیعت خودش فقط خواهان کمال محبوبه خودشه وقتی یه مردی عاشق زنی میشه آیا عزیزان میتونه نسبت به پاکی و ناپاکی اون بیتفاوت باشه شلختگی او بندوباری او ظاهر او هر جو دلش میخواد بپوشه هر کاری دلش میخواد بکنه آیا میتونه لاقید باشه آیا درسته از زمانی که شروع میشه این عشق این مرد به این مسائل توجه کنه اگه محبت حقیقی توجه میکنه آیا زنی هست تو این دنیا که به توجهی مردش رو به ظاهرش به درونش به رفتارش نشانه عشق به خودش بدونه اصلا یه هم چیزی وجود نداره مگه اینکه مردایی که محبتشون زیر سوال رفته برا زندگی یک مرد حقیقی در اونها وجود نداره اینو بگم که محبت حقیقی صد البته اینو میدونم که بعد از زایل شدن ظاهر زیبایی عشقش به او هنوز عشق میورزه محبت حقیقی صد البته همه نواقص رو در زن خودش میبینه با این وجود به او عشق میورزه ولی هرگز و هرگز محبت حقیقی نمیتونه خواهان رفع نواقص همسر خودش نباشه محبت عاشق و معشوق خودش از هر نفرتی نسبت به نقصای او محکمتره از همه قدرت ها بیشتره برای اینکه او رو ببخشه اف کنه ولی کمتر چشپوشی میکنه از کم خوشنود میشه اینجور محبت ولی انتظار بسیار رو داره در اعماق وجودش وقتی مسیحیت میگه خدا محبته خدا انسان رو دوست داره نه اینکه دورا دور آرزوی سعادت او رو داشته باشه بی اینکه بدون اینکه خودشو درگیر مسائل اون شخص بکنه او ولی نعمت سال نیست که بخواد فقط انسان رو به سعادت دلخواه خودش برسونه او مثل یه میزبانی نیست که فقط طالب آسایش مهمانای خودش باشه و که این خدا محبتش آتش فرو برنده است همون محبتی که از زنده ملاکی تشویقتون میکنم بخونین این روزا خیلی با این سرگرم هستن باب سه آیه سه مثل این محبت مثل پالایشگره مثل تصفیه کننده نقره است محبتی که در کوره های آتش مسائب میبره تا نور و راستی از اون محبوبه خودش بیرون بیاد تا این محبوب به وقتی که ظهور پیدا میکنه به, زمین میاد برای بردنش میاد این محبوبه بتونه جلوی او دووم بیاره بیسته این محبت اعمال میشه مخصوصا برای کسایی که خدا نسبت به اونا غیرت داره این همون محبتی که عالم رو آفرید محبتی نیست که فقط دنبال یه جهان امن و راحت برای آفریده های خودش باشه این محبت محبتیه مثل عشق یک هنرمند به شاهکارش با دوام پیوسته است مثل این محبت انسان به سگشه که آمرانه است مثل این محبت پدر به فرزندش که دوراندیشانه است خردمندانه است در خور احترامه به خودش رنج میده به بچهش رنج میده تا اونی باشه که باشه مثل محبت شوهر به زنش قیورانه بیوخفه همراه با تلاش عزیزان میخوام بگم ما به عنوان بنی بشر هرگز با رنج آشتی نخواهیم کرد و جنگ رنج ستیز خواهیم بود تا وقتی مفهوم م... معنی و مفهوم مبتزل کمایه کم از کلمه محبت و مهربانی رو بینش فرق ن... نذاریم و انسانهایی میشیم که وقتی به جهانی نگاه میکنیم که آشفته از تقیان کرده و چی به هم ریخته میدونیم پر از ضعف و ناامیدی میشیم ترس میشیم که همه اینا البته نسبت به خودمونه انگار ما چیزایی رو داریم از دست میریم من انگار من به عنوان یک انسان مرکز همه چیزم و همه چیز باید دور من به چرخه تا من راحت باشم من در رنج و مصیبت نیام فقط یادمون میره که انسان به خاطر خودش آفریده نشد و که به خاطر خدا آفریده شد مقصود خدا از آفرینش ما در وهله اول این نبوده که ما خدا رو دوست داشته باشیم هرچند برای این آفریده شدیم ولی در وهله اول برای این بود که خدا ما رو دوست داشته باشه دوست داره دوست داشته که ما رو دعوت کرده تا کم کم از ما موجودی بسازه عزیزان که اون محبت الهی رو باستاب اون محبت الهی رو در پرستش در اطاعت در تسلیم باستابش کنیم یعنی به او برگردونیم اگه انتظار داشته باشیم و بخوایم محبت خدا اونجور که ما میخوایم باشه به منزله اینه فقط میتونم اینو بگم این جمله رو بگم که ما میخوایم که خدا دیگه خدا نباشه چرا دعا کردم این جواب نداد چرا منو در این رنج آورد چرا دنیا رو داره اینجوری میکنه نباید این کار رو بکنیم محبت خدا رو زیر سوال میبریم و درخواستمون در قلبمون اینه که یعنی در نهایت اینه که ما از خدا توقع داریم که خدا نباشه ولی چون او خداست محبت او طبعا از بعضی از صفتهای اخلاقی ما رو گردانه دوری میکنه و از اونجایی که این محبت الهی در همین وضعیت کنونی که ما پر نقصیم عاشق ماست ما رو دوست داره عزیزان ولی باید بگم متحمل زحمت میشه هرس میخوره و هرس میده یه موقع خادمی خیلی چیزها رو تعریف میکنن که در آموزش ها و تجربه هایی که با خواهر نسرین داشتیم چه مشکلاتی بود درت بود تو جمعمون تعریف میکنن که کلی باعث خنده و شادی ما میشه البته اون موقع باعث خندی و شادی نبود و منم میگم خیلی هرس خوردم تا شما رو هرس بدم تا اون چیزی بشیم همه هم تازه من که پر از عیب و نخزم چه برسه پدر که هرس میخوره ما رو هرس میده تا ما رو کاملا دوست داشتنی کنه عزیزان محبت خدا اول از همه ما رو به هستی فرا میخونه بعد به معنای واقعی که گاهی نه گاهی من که همیشه ازش فراریم هم رنج میده در مسائب میاره تا ما رو تبدیل به محبوبان برسونه بسازه برای همین خیلی نیکوست در این زمانهای خاص ما این گونه محبت رو بشناسیم آمین آمین که در این راستا خدا توفیق بده فیض ببخشی که بتونیم بیشتر بشناسیم این پیام ها رو به سم همدیگه برسونیم و آمین باشه که اگه این کلام با قلبتون حرف زده در همین راستا در دعا و تعمق کلام باشیم و باشه که در این ایام به خصوص در مورد محبت این چنینی خدا که داره روی جهان میاره و ایمان دارم ایمان دارم که از خداست تمام این واقعیت وقایه در حاکمیت خداست دچار لغزش نشیم و به او و محبت او محبت بی پیرایه بدون نقص او در سختترین شرایط عزیزان امیدوار باشیم آمین که خدا شما رو برکت بده به دستای خدا میسپارمتون و دقایقی رو در دعا و تعمق میگذرونیم